ایمان داریم که حقیقتا عشق خداست که ما رو به کلیسا میاره ایمان داریم که اگر این عشق نباشه چقدر سخت پاهای ما قدم برمیداره که روزی که استراحت هست برای ما روز تفریح هست بیایم. و داوود پادشاه در مزمور 122 یک از اون جایی که حقیقتا این عشق و چشیده بود مانند شما این گونه اعلام میکنه شادمان میشدم چون به من میگفتند به خانه خداوند بر به خانه جایی که درش تسلی هست. خانه جایی که درش من دلگرم میشم، سرگرم نمیشم. خانه خداوند جای سرگرمی نیستش. اگر در سالیان گذشته دور چنین کردن واقعا اشتباه بزرگی بوده. به عنوان افراد مسیحی که به جای اینکه از کلیسای مسیح استفاده کنن برای اهداف کتاب مقدس برعکس اون نیز عمل کردن. و نیز نتوانستن اون معمولیت آسمانی رو برسونن مولوی نیز اعلام میکنه گر من به غم عشق تو نسپارم دل گر من دل خودم رو برای این خدای پر از عشق و محبت ندم که در کتاب اشعیا میگه که خدا انسان رو آفرید تا با او در رابطه باشه مشارکت باشه با او صحبت بکنه با او وقت بذاره در کتاب پیدایش هم ما می بینیم خدا انسان رو به خاطر همین آفریده اگر یعنی فرشتگان بودن گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم بهره چه میدارم دل برای چی هستم؟ عشق من چه معنی داره؟ توی این دنیا عشقای ما تاریخ انقضا داره زیباترین عشقام تاریخ انقضا داره یا عشقه میره یا من میرم همیشه نمیتونه بمونه گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم بهره چه میدارم دل دل تنگم و دیدار تو درمان من است چون تو دنیا نتونستم من آروم بشم تو دنیا کسی من را نتونست از اون غم و قصم دور کنه دل تنگم و دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است بهترینم که داری یه جا تو را گیر میندازم نمیتونه آرومت کنه میایم خانه خدا تا آروم بشیم میایم تا خانه خدا تا اون قوت رو بگیریم همان گونه که شما عزیزان اومدید همون گونه که مطلع هستید خب هفته گذشته واقعا با هدایتی از روح القدس شدم من از کلام خدا که آماده کرده بودم خدمتتون فقط قسمتی رو بودم در رابطه با ایمان که عبرانیان 11 یک بود خدمتتون نیز گفتم که پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده که دربارش صحبت کردیم که درک درست هستش که برای ما خوشبینی میاره و ما بی در اصل بی که در نامه یعقوب یک شیش الا هشت خوندیم که مانند کسی هستش که شک داره و همچون امواجی هست که بالا پایین میره این ایمان نیست یه روز خوبم یه روز بدم مثلا متوجه شدیم که بدبینی نیز با در قبال بی نصیب ما میشه اما میخوایم بریم از همین ابتدا کتاب پیدایش رو بیاریم لطفا پیدایش سی و دو 22 الاسی. که میدونیم که ایمان از شنیدن کلام خداست رومیان 10:17 که میگه ایمان از شنیدن کلام و کلامی که از طرف خدا هست که تاثیر میذاره بر روی انسان پس هوشیار باشیم که هر چیزی رو میگن کلام خداست ببین کلام خدا رو تو چقدر تاثیر میذاره بسیار کتاب هایی هستن که اعلام میکنن اینها کتاب های آسمانی هستن اما چه مقداری رو من و شما این کتاب ها تأثیر گذاشته؟ چه راه گشایی برای من بوده؟ آیا مرا مذهبی کرده؟ اسیر کرده؟ خرافاتی کرده؟ و یا نه؟ شاید منو مذهبی نکرده حتی من لا مذهب شدم اما عاشق شدم عشق رو درک کردم هدف رو درک کردم پولس رسول به راحتی رو درک میکنه که در نامه اول قرنتیان 13 13 اعلام میکنه ایمان امید محبت ایمانی که درش قدرت هست ایمانی که درش نگاه بسیار برجسته ای هست امیدو به تو میده چشمان تو چشمان امید خواهد شد و این امید هست که دروازه های عشق رو باز میکنه تا از محبت خدا لبریز بشی تمام خلای خالی محبتت پر بشه حتی اگر نشری هم داری نشری هاشو میگیره با این محبت و این محبت میماند چون ما وقتی بریم آسمان که حتما ایمان داشتیم رفتیم آسمان پیش خدا اگر بریم آسمان حتما امیدی داشتیم به خدا که رفتیم آسمان اما آنچه که میمونه فقط محبت خداست عشق خداست اونجا ما دیگه در حضور خدا مدام از عشق و محبت خدا پر میشیم در کتاب پیدایش باب سی و دو میخوانیم قبلش میخونیم که یعقوب و یسوع که اینها دو برادر دو قلو بودن یعقوب در اصل خب میدونیم اسم معنی یعقوب یعنی چی؟ هیلگر, هیلگر. و حیله میزنه در کلک میزنه دروغ میگه برادر خودش و برکتی که قرار بود پدرشون اسحاق به اونها بده اون رو میدوزده و البته برکتی هم نگرفت درسته که اسحاق میبینیم که یعقوب رو برکت میده اما چه برکتی بود اگر شما بخونید میبینید که به زنی که دوست داشت نمیرسه پس مجبور میشه خواهرش رو بگیره بعد دوباره انقدر کار میکنه تا موفق میشه اون که زنی که دوست داره بگیره و همش تو رنج و سختی نیز بود خیلی مقام ما فکر میکنیم برکت پوله قدرت مقامه این اشتباهه برکت نجات و رستگاریه برکت امید جاودانه است که مسیح به ما داده برای همین در متا 12 21 میخونیم که عیسی مسیح امید همه ملت هاست همه ملت ها رو نجات میده نمیگه همه ملت ها پولدار خواهند شد چرا که کسی که مسیح ایمان میاره وارثین هستن وارث خدا هستن ما صاحب اون ثروت هستی هستیم خدا جهان رو برای ما آفریده نه برای اینکه بگیم به دیگران بده پس لزومی نداره که خدا بخواد این گونه ما رو تشویق کنه خدا میخواد ما به توسط روح القدس این قوت رو بگیریم که نجات هست حالا یعقوب از ترس اینکه برادرش رو نکشه چون برادرش قبلا بهش گفته بود یسوع که من تو رو خواهم کشت و یعقوب به خاطر اینکه برادرش نکشه فرار میکنه حالا بچه ها بزرگ شدن شرایط اینقدر سخت شده که یعقوب هم نمیتوانست در کنار خانواده همسرش بمونه و برادر زنا توطعه کردن قصد کشتن اون رو داشتن میخواستن اذیتش کنن و یعقوب دعا میکنه و راهی میشه حالا میخواد بره در برابرش کیه؟ ییسو برادرش هستش و حالا میترسه دام میفرسه هدیه میفرسه برای اون و بعد اول خانواده رو میفرسه اول مرد باید خودش رو فدا کنه تو کلام خدا این اول زنش میفرسه میره خانواده رو میگه برو جلوتر و یه اتفاقی میفته این اتفاقی که میفته برای من و شما تو مشکلات و سختی ها و ترس ها پیش میاد خوشیار باشیم این اتفاق برای ما نیست یا پیش میاد یا پیش خواهد اومد اگه تو مشکلات هستی بفهم خواهش کنم لطفا بخونید زوره و شبانگاه خودش برخواست و دو زوجه و دو کنیز و یازده پسر خیش را برداشته ایشان را از معبر یبوغ عبور داد ایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد و تمام مایملک خود را نیز عبور داد و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت و چون او دید که بر وی غلبه نمی یابد کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد خیلی ممنون این مرد خداوند بود آمین تو مشکلات و تو سختی ها یعقوب خدا را ملاقات کرد توی مشکلات و سختی ها منتظر ملاقاتت با خدا باش مشروط بر اینکه چی داریم؟ ایمان گفتیم ایمان خوشبینیه حتی تو مشکلات و سختی ها خدا میخواد تو رو ملاقات کنه بدبین نباش خوشبین باش مطمئن باش خدا میخواد تو رو ملاقات کنه فقط برای داشتن ایمان احتیاج به دانش است دانشش داری هر روز کلام خدا رو میخونی وقت میدی یک شنبه کلیسا تو میای از کلام خدا پر میشی از روح خدا پر میشی اگر از دانش خدا و کلام و روح خدا پر بشی مطمئن باش ایمان تو تقویت شده و به راحتی خدا رو ملاقات میکنی یعقوب منتظر یک کار دیگه ای بود از طرف خداوند اما وقتی دانشش رو نداریم متاسفانه اتفاقایی برای ما میفته که ما حتی اون غیریت ها رو چون نمیدونیم یه چیز دیگه فکر میکنیم پنجا شهست سال پیش به ندرت کسی مثلا توی خیابون ماشین داشت به ندرت 50 60 سال 70 سال پیش توی ایران مردم ماشین داشتن ولی خب بودن خیلی هم ماشین داشتن و نمایشگاه هم بود برای فروختن شخصی که به حال سوار ماشین شده بودش دیده بود و از جلوی نمایشگاه رد میشه بعد یه دفعه نگاه میکنه یه ماشین رو هم تو میره تو نگاه میکنه در... بعد میگه آقا اینا فروشیه میگه بله در ماشین باز میکنه زغزده میشه بره ببینه بعد میگه آقا فرمونش بود دندش اینا میگه اشتباه نشستی رفتی عقب نشستی بیا جلو بشین فرمون و دندش هم میبینی بدبینی ما رو بد جایی قرار میده چون دانشش نداریم بد جایی قرارت میده اما اگر خدا رو بشناسی مانند یعقوب خدا تو رو ملاقات خواهد کرد بله پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر میشه کافر یعنی صبح خواهد اومد بله گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب وقتی که خدا رو ملاقات میکنی خدا زندگی تو عوض میکنه. اینجا میگه اسم تو عوض کرد. خدا افکار تو عوض میکنه خدا شخصیت تو میخواد عوض کنه به تو یک امید تازه بده یک قوت تازه بده به طور خاص جوانان به خاطر عدم تجربه ای که دارید عوض میخوام ببخشید عدم دانشی که نسبت به یک زندگی سالم دارید یک زندگی معتدل دارید ناامید میشید هست خاطر میشید منتظر ملاقات خدا باشید چون آسیب خواهی خورد نویسنده ای می میگه هیچ منظری قمنگیستر از دیدن یک جوان بدبین نیست خیلی هوشیار باشید جوانم کم سن من هستید نامی خندید من میگم جوان عجب اعضای کلیسای ما رو اما مولوی چی میگه امروز اشعار مولوی رو زیاد میخونیم داشتم با دوست عزیزی می گفتیم که چقدر خوبه که ما اشعار حافظ و صدی هم بخونیم ولی باور کنیم من وقتی که سرچ میکنم میبینم این مولوی به نظر من که حقیقتا به مسی ایمان داشت یعنی مسی باعث شده بود چه این مسی داشته باشه یه دست برای مولوی بزنیم درست اینجا. اما در حضور خدا کسی که از خدا اینقدر زیبایی واقعا وقتی سرچ میکنم گفتم من راستش به این دوستم گفتم که من هر چه قدر سرچ میکنم اولین شعری که میاد از مولوی میاد مولوی میگه ای بسا کس رفته ترکستان و چین با چه نگاهی رفته او ندیده هیچ الا مکرو کین رفته اونجا فقط بعدی رو دیده ایران بود خیلی خوب بود داره نه ایران هم بعد بود جمهوری اسلامی و و و و و, و. آقا حالا آمدیم امریکا امریکا هم که اوزاش خرابه همش ما با یک نگاه دیگه ای داریم میبینیم ایران رو بد میدیدیم اینجا رو بد میبینیم کلیسا رو بد میبینیم مچه رو بد میبینیم آقا همه جا دو ایرانی ها ایرانی ها بیزنس نکنی و همه رو بد میبینیم چرا؟ ای بسا کس رفته ترکستان و چین او ندیده هیچ الا مکروکین ای بسا کس رفته تا شام و عراق او ندیده جز مگر کین و نفاق پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت می نمود اون جاهایی که رفت جاهای خوبی بود درسته که مشکلات از ضعف همه جا هست سختی ها همه جا هست آدم خوب و بد همه جا هست اما تو با چه عینکی داری اونجا رو می بینی با چه عینکی کلیسا رو می بینی خانوادت رو میبینی دوستانت رو می بینی؟ ایرانی ها رو می بینی؟ اگر با اون عینک بد بینیم متاسفانه بر ما تصویرش بد خواهد شد یعقوب با اون عینک داشت میدید که برادرش میخواد به اون آسیب بزنه اونو از بین ببره ولی وقتی با خدا ملاقات میکنه خدا اسمش عوض میکنه همون گونه که اسم منو تو هم عوض کرده ما اسم قبلیمون اسم ضعف بود نگرانی و ترس بود در مسیح تو یه اسم دیگه ای دارید بگیم برابر فرزند خدا بشنوم شاهزاده همه از و رابو. یه دست بزنید لطفا چقدر قشنگ و برابو کاهنین پادشاهان شاهزادگان وای بر ما اگر بدبین باشیم که بدبینی گناه نور و نمک هست بله لطفا بشنم این بقیه آیات رو و یعقوب از او سوال کرده گفت مرا از نام خود آگاه ساز گفت چرا اسم مرا میپرسید و او را در آنجا برکت داد و یعقوب آن مکان را فنیل نامید زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد و چون از میگه گزن... جانم رستگار شد گواهی تو فراموش نکن خیلی از عزیزان من میگن ما چگونه بشارت بدیم بگو چگونه مسیح ایمان آوردی به هر کی رسیدی بگو میگه وقتی که دیدم خدا را اونجا رو اس گذاشتم روش یادت نره خداوند برات چه کار کرده یادت نره در کتاب تسنیه ما میخونیم کلام خدا میگه فراموش نکن خدا برات چه کار کرده فراموش نکن خدا برات چه کار کرده چون فراش فراموش کنی بدبینی میاد عینک تو عوض کردی پس ایمان نابینایی نیست عزیزان ایمان این نیست من کورکورانه یه چیزی رو قبول کنم عزیزان ایمان رو باید ببینی بچشی مزمور ۳چ ۸ اعلام میکنه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست خوشا به حال شخصی که به دو توکل میکند ای مقدسان خداوند از او بترسید یعنی خدا را بشناسید ترس نیست بارها گفتم ترس نیست عزیزان کلام خداوند در کتاب هوشع اعلام میکنه که قوم من از عدم معرفت هلاک شدن نمیگه از اینکه نترسیدن اینو من همش مدام میگم که یادمون باشه از او بترسید زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیستش ما در دوم پادشاهان شیش میخونیم دو تا خادم خدا هستن که یکی الیشه هست و یکی جیهزی جیهزی خادم خود الیشه هستش و الیشه نبی بزرگ خداوند هستش که داره اونجا خدمت میکنه در قوم اسرائیل وقتی که دشمن به اسرائیل حمله میکنن الیشه خیلی شاد و خندان داشته نگاه میکرده بغلش جیهزی داشته میلرزیده و شاید به الیشم نگاه میکرده میگفته این بالاخونش اجاره داده چون وقتی که لشکر دشمن رو داشته میدیده که بر علیه اسرائیل حسن میگه این چرا داره میخنده بعد نگاه میکنه میگه تو چته تو چرا داره میخندی مگه نمیبینی دشمنو دشمنو. دستش رو الیشه میذاره روی چشمان جیهزی میگه خداوند چشمان او رو باز کن کدوم چشما؟ چشمان حقیقت بینه اونو نه واقعیت بین چشمان حقیقت بین اون رو باز کن میدونیم فرق حقیقت و واقعیت چیه حقیقت علت خلقت و تولیده واقعیت تبدیل حقیقت به هر چیز دیگه ای هست که متاسفانه تو دنیا بسیار شده برای همین مردم بیشتر واقعیت بین شدن تا حقیقت بین و زمانی که جیهزی چشماش باز میشه میگه وای لشکر خداوند خیلی بیشتر از لشکر شیطان تازه لشکر شیطان هم تو آسمان دیده که هستن یعنی گذشته از لشکری که روی زمین ضد اسرائیل بود لشکر شیطان همون اون بالا بود اگر امروز ما در دولت جمهوری اسلامی داریم میبینیم که دارن افرادی مردم ایران را از اذیت میکنن نه به خاطر آخون نه به خاطر دولتمندان به خاطر روحای شریره که اونها رو به خدمت خودشون گرفتن به خاطر شیطان که اونها رو گرفتن برای همین باید کلیسای مسیح در دعا باشه تا لشکر خدا بیاد بالای کشور ایران تا لشکر شیطان رو شکست بده و اون موقع جمهوری اسلامی شکست میخوره و ما آزاد میشیم راحت خواهیم شد چشمان روحانی اون رو میباید باز کنیم و اونجا هستش که مطمئنا مطابق فیض خداوند ایران نیست برکت میگیره و بی ایمانی پس به معنای این نیستش که حتی افراد خیلی دقیقا حتما برامون پیش اومده میگیم با بابا طرف درس خونده است تحصیل کرده است اهل کتاب این ایمان نمیاره نه این اصلا ایمانه مت به خوش میذاره مو رو از ماس میکشه این اصطلاحات بعد خودمون رو ناامید میکنیم بابا ایمان نجات سلیقه‌ای نیست خودتو نبند نجات سلیقه‌ای نیست همه نجات پیدا میکنن مشروط بر اینکه طالب حقیقت باشن در غیر این صورت آسیب خواهند خود مانند همون گونه که در انجیل یوحنا 832 می میخونیم اعلام میکنه حقیقت را به که حقیقت تو را آزاد میکنه نه سخنوری کشیش رسول نه خوندن این کتاب و اون کتاب حقیقتی که دل تو به دنبالشه نگاه تو چیو میخواد اگر مثل جیحزی گوش کنی حرف الیشه رو و چشمات رو اجازه بدی دست پر برکت او در قرار بگیر روی چشمات چشمان شما حقیقت رو خواهد دید و در این موقعیت هستش که ما به جایگاه درست می‌رسیم. در غیر این صورت توی واقعیت بینی. استاد دانشگاه باشیم، دکتر و پروفسور باشیم. ترس و نگرانی همیشه با ما خواهد بود. همیشه واقعیت بین ها هرچند زندگیشون با یک دیسپلین و نظم هست. هرچند می‌بینید رتبه و مقام دارن، اما همیشه ترس قدم به قدم با اونها داره میره جلو. برای همین در انجیل مرقا چهار چهار میخونیم بهر چنین مسیح میگه چهار چهل میگه بهر چه چنین ترسان هستید چون چه ایمان ندارید پس یک ایماندار نباید بترسه برای هر چی میترسی مطمئن باش این آلارم ایمانته داره میگه در ایمان خیلی ضعیفی ایمانتو باید تقویت کنی تا ترس از تو دور بشه و اندیشمندی اعلام میکنه خیلی از ما رویاهای خود را زندگی نمی کنیم. چرا که داریم ترس های خود را زندگی می کنیم وقتی با ترسات زندگی می اینو بدون هرگز به هدف نمی زنید. شما تصور بکنید که مسافرت 5 6 ساعته دارید می برید به قم حالا چه به قم گفتم ولش کن به سنخوازه به جای دیگه دارید میرید مسافرت تو این مسیر چند تا تصادف میبینید تصادف بد اگر شما نگاهتون فقط به این تصادف ها باشه و فکرتون مشغول این تصادف بکنید واقعا این مسافرت به شما خوش نمیگذره حتی اگر برنامه داشته باشی برای اون شهر میخوای زندگی کنی این نگرانی تو رو پریشون میکنه نمیتونیم ما با بدبینی به اهداف خودمون نزدیک بشیم به هدفی که حتی تصور میکنیم برای ما خواست اما برعکس بی ایمانی که بد بینی رو میاره ایمان پویا افکار و انگیزه و امید و احساس خوبی رو به ما میده که حتی در سختی ها و مشکلات هم ما پیروز بشیم یکی از برکاتی که در ایمان داریم ما نسبت به شناخت خدا و معرفت خدا این هست که خدا سرزنش رو از ما میگیره انسان لازم داره که از سرزنش و محکومیت آزاد بشه و انسان هایی که در بعد سرزنش اشتباهات و گناهان گرفتار هستند انسان هایی هستند که نمیتوانند نبوغ آنچنان داشته باشند انسان هایی هستند که نمیتوانند ایده های خوب داشته باشند برای موفقیت توی زندگیشون و عیسی مسیح اومد این بار بدبینی رو از دوش ما برداشت وقتی که میگیم گناه یعنی بدبینی رو از ما برداشت که نسبت به خودت بدبین نباشی نسبت به دیگران بدبین نباشی دیگران رو محکوم نکنی خداوند با فیضش همان گونه که من و تو رو بخشیده دیگران را خواهد بخشید من فقط این ما هستیم که نباید اجازه بدیم تو از این اعتدال درست که زندگی سالم هست دور نشیم وینستون چرچیل میگه آدم بدبین سختی را در هر فرصتی میبیند آدم خوشبین فرصت را در هر سختی میبینه وقتی ما نگاهمون عوض میشه حتی توی مشکلات و سختی ها میتونیم رومیان هشت بیست باشیم که میگه مشکلات و سختی ها برای اونهایی که مثل شما هستن مثل عزیزانی که ما رو دارن الان از شبکه میبینن دارن روی فیسبوک ما رو دارن میبینن مشکلات و سختی ها برای شما عزیزان که خدا رو دوست دارید و اراده خدا رو میخواید به چی تبدیل میشه؟ به خیریت تبدیل خواهد شد این نگاه رو به ما میده و از رو هست که کلام خداوندم ما رو تشویق میکنه تا بتوانیم شو گزار باشیم دو سه هفته پیش در حضور خدا که رفتم گفتم خداوند برای این اشتباه هم برای این اشتباه هم برای این گناه هم در حضور تو هستم میخوام اول من همیشه اول خودم رو میخوام تقدیس کنم ولی یه لحظه گفتم ای بابا ما همش کارمون شده بیام بیم خدای ما رو ببخش خدا هم همش کار شده ما رو ببخش بعد گفتم واقعا خدای تو ما رو میبخشی خب من همین تو هر روز میایم برای تقدیس مسلما خدا گناهان گذشته این ما رو میبخشه و ما رو برکت خواهد داد خب معمولا خدا من اینجوری برکت میده اما نه خیلی زیاد همون موقع مزمور 147 11 رو باور بفرمایید خدا با قلبم صحبت کرد بخونم مزمور 147 11 وقتی که باز کردم اینو نوشته میخوام باعث برکت برای شما باشه میگه رضامندی خدا از ترسندگان وی است از کسایی که او رو میشناسن و از آنانی که به رحمت وی امیدوارن آیا شما به رحمت وی یعنی خدا امید دارید هاللویا که مطمئن باش که گناهان شما در زمان توبه حقیقی بخشیده خواهد شد و این سلامتی برای ما این آرامش عزیزان حدود 16 سال پیش بعضی از روانشناسان اعتراض میکردن به کلیساها ها میگفتن چقدر شما به مردم میگید گناهکارید گناهکارید بعد متوجه شدن که یکی از بزرگترین دردهای انسان سرزنش خودش هست و اونا وقتی در زمان تراپی کاری رو میخواستن بکنن که کلیساها ها میکردن اما نمیشه الان هم نمیشه اما افراد وقتی وارد کلیسا میشن میگن ما نمیدونیم حتی روح القدس رو نمیشناسن میگن ما نمیتونیم چه انرژی اونجا هست و شروع میکنن بعضیا گریه کردن به ذوق اومدن و توبه کردن اتفاقی برای من توی ایران پیش اومد و برای خیلی از شما عزیزان وقتی وارد کلیسا شدید خداوند شما رو ملزم کرد میتونم چند تا دست ببینم اونایی که تو کلیسا ملزم شدید و توبه کردید هاللویا هاللویا <applause> و این فیض خدا هستش که ما را از این اندیشه بد میگیره فردوسی اعلام میکنه هر آن کس که اندیشه بد کند به فرجام بد با تن خود کند هر نوع فکر بد هر نوع بدبینی اولین تاثیرش روی من هست افکار من رو نگرش من رو نیز متاسفانه به جایگاهی میبره که من نتوانم آنگونه که قرار هست در قلم روی امید باشم نیز نگه هم داره و در انجیل لوقا 18 27 عیسی مسیح میگه آنچه نزد مردم محال است نزد خدا ممکن است خودتو محدود نکن دیگران رو محکوم نکن خواهش میکنم اگر من بخشیده شدم امروز گناه هر کسی رو که میبینی خدا قادر گناه اونم ببخشه میباید به هم فرصت بدیم همدیگر رو ببخشیم همدیگر رو دوست داشت باشیم در غیر این صورت متاسفانه ما اسیر بدبینی هستیم و توی اون جایگاه امید نیستیم چرا که در رومیان پنج پنج میخونیم اعلام میکنه امید باعث شرمساری نمیشود عزیزان اگر ما اون امید حقیقی رو داریم مسلما از چشمان درست میبینیم چشمان امید میبینیم و باز در رومیان 825 میخونیم اعلام میکنه اگر امید چیزی را داریم که نمیبینیم با صبر انتظار او را خواهیم کشید ما ایمان داریم و صبور میشیم چرا که میدونم چشمای امید من به من میگه انتظار بکش و اندیشمندی اعلام میکنه تمام خرد انسان در دو کلمه خلاصه میشود صبر و امید که به توسط ایمان به ما داده خواهد شد تا ما بتونیم در این قلم رو قدم های خوبی رو برداریم اما بریم با همدیگه از انجیل متا 5.1 یک 12 آیا عزیزان همه بورشور دارید؟ اونایی که بورشونن دستا بره بالا لطفا مسئولین بورشور لطفا دستاتون بالا باشه لطفا که بورشوراتون سه نکته درس های گذشته رو نوشتیم درس ما امروز تموم نخواهد شد اما اون سه نکته رو اگر مایل باشید میتونید داشته باشید باز در مزمور 27 14 میگه برای خداوند منتظر باش اما یک سهمی داریم میگه و قوی شو در حضور خدا در کلام اومدنت به کلیسا با دعا کردن قوی شو و دلت را تقویت خواهد داد بله منتظر خداوند باش چون خدا با تو کار داره توی بدبینی هات قرار نگیر تو جایگاهی قرار نگی که آسیب میخوری بشتویم انجیل متا پنج از یک الا دوازده که میدونیم گفتار مسیح هست برای یک زندگی سالم و یکی از اولین تعالیم و تأثیر پذیر ترین تعالیم حتی برای مردم بی ایمان این آیات تأثیر پذیر بوده بفهم دوش و گروه بسیار دیده بر فراز کوه آمد و وقتی که او بنشست شاگردانش نزد او حاضر شدند آمین آنگاه دهان خود را گشوده ایشان را تعلیم داد و گفت خوش به حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از ایشان است خوش, خوش به حال مسکینان در روح خوش به حال کسانی که با چشمان حقیقیشون دارن مشکلات و ها رو می‌بینن و به جای اینکه به دنبال نیازهای واقعی باشن و اجازه بدن که غم و اندوه وجودشون رو به خاطر نداشتن ماشین آنچنانی، خانه آنچنانی، فلان همسر، ثروت و قدرت و مقام اونها رو به اسارت ببره در فکر و اندیشه این هستن که به هدف اصلی خلقت فکر کنن که آیا خدا یا من در مسیر اراده تو می توانم قدم بردارم و آیا در جایگاهی هستم که تو مرا تقویت کنی تا شکل تو بشم متا 548 چهل اینگونه داره فکر میکنه توی چاله مشکلات زمینیش خودشو گرفتار نکرده بله خوش به حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت خوش به حال حریمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد آمین کسایی که این امید دارن و با فروتنی منتظر خداوند من هستن بله خوش به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ایشان سیر خواهند شد آمین آمین کس خوش به حال کسایی که به دنبال اون حقیقت عدالت گفتیم یعنی چی دو تا تعریف داره تعریف, تعریف ساینس و علم هر چیز سر جاش تعریف کتاب مقدسیش رابطه عاشقانه من با خدا که بعد رابطه عاشقانه من با خودم و خانواده و خلق خدا را ایجاد خواهد کرد به این میگن عدالت خدا بله خوش به حال رحم کنندگان زیرا با ایشان رحم کرده خواهد شد آمین خوش به حال پاک دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید آمین خوش به حال صلح کنندگان زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد آمین خوش به حال زحمتکشان برای عدالت زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است خوشحال باشید چون شما را فوش گویند و جفا رسانند و به خاطر من میگه حتی توی جفا الان ما میدیم توی ایران متاسفانه ایمانداران مسیح رو دارن خیلی از میکنند میکنن و محکومیت های اونها ده سال پونزه سال ما اینجا محکوم میشیم وارد کلیسا میشیم کشیش حواسش نیست سلام نمیکنه ما چه جفایی وای خدایا چقدر زجر فلانی پارتی میده شما رو دعوت نمیکنه وای خدایا پول میخواید فلانی نمیده بهت آه خدایا چه جفایی این چه کلیساییه این چه ایماندارانی هستن جفاهای ما اینه دیگه اما اگر من و شما توی ایران بودیم به خاطر همین کلیسا رفتنمون تو زندان میرفتیم اگه یه جا جمع میشدیم و به خاطر نام خداوند پرستش میکردیم ما را تو زندان میکردن شکنجه میدادن داره میگه خوشا به حال اونهایی که حقیقت خدا رو شناختن و با صبر و پروتنی تحمل میکنن همه سختی ها رو و عینک بدبینی رو از چشمان خودشون برداشتن و به همه چیز خوشبین هستن چرا که خوشبین کنارشون ایستاده و اون خدا هستش و داره حمایتشون میکنه بله و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند خوشحال باشید و شادی عظیم نمایید زیرا اجر شما در آسمان عظیم است زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا می آمین 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 باز دوباره مولوی میگه زندگی زیباست چشمی باز کن زندگی زیباست با چه چشمی داری نگاه میکنی دنیا رو با چشمان خدا میبینی یا با چشمان دنیا داری میبینی اگه با چشمان دنیاوی داری میبینی آسیب خواهی خورد اون همون بدبینیه میگه چشم تو باز کن اون چشمی که توی باغ عدن شیطان بست و چشم واقعیت رو به تو داد از روح خدا پر شو. چشم حقیقی رو باز کن. زندگی زیباست. چشمی باز کن. گردشی در کوچه و باغ راست کن. نگاه کن. چند سالته؟ خدا اجازه نده تو آسیب بخوری. هم سن سالای ما خیلیاشون دور از جون شما سرطان گرفتن، مردن. توی تصادفات مردن. دوستای من چقدر اعدام شدن. توی ایران دوستان من چقدر توی جبهه کشته شدن اگر خداوند فیض داده و من زنده موندم و خبر خوش نجات رو به من رسونده من تا عبدالآباد اگر باشم جانم رو برای مسیح و کلیسای مسیح خواهم داد این فرصتیه برای من و همچنین برای ایران و ایرانیان خواهم داد چون قرار نبود من زنده باشم خداوند قرار شیطان رو باطل کرد یک قرار تازه به من داد که ابدی باشم و شماها ابدی هستید و در این ابدیت دارید زندگی می کنید. از این رو باید چشمان ما حقیقی باشه زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه و باغ راست کن موقعی که توی بغل فدر پدر بچه بودیم هزاران اتفاق میتونست بیفته که دیگه نباشیم تو کوچه بازی میکردیم تو خیابون بازی میکردیم مثل الان که امکانات نبود یه موبایل بدن دستمون بریم چهار ساعت سر کار تو کوچه و خیابون بودیم دیگه درسته فوتبال ما توی زمین خاکیا بودش بازی میکردیم همیشه سر زانوامون پر از خون بود در و داغون بودیم خدا ما رو حفظ کرد از اون خاک از اون مریضی ها خدا ما رو حفظ کرد چقدر بچه ها تو همون بغل نشون مردن خدا تو رو نگر داشته با تو کار داره باز میخونم این شعر زیبای مولوی رو زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه و باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش جست هر کسی که با عشق با حقیقت جهان را دید عینک بدبینی خود را شکست اگر اجازه بدی با چشمان روح القدس ببینیم گر تو را نور یقین پیدا شود ایمان حقیقی برای ما باشه گر تو را نور یقین پیدا شود میتواند زشت هم زیبا شود من یه بار دیگه میخوام این شعر رو بخونم خیلی دوستم زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه و باغ راست کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بدبینی خود را شکست گر تو را نور یقین پیدا شود میتواند زشت هم زیبا شود باز رومیان 8:28 میشه آمین نگاه تو عوض کن از چشم خدا نگاه کن نامیدی خسته هستی میترسی کینه به دل داری نمیبخشی عوض میخوام بدبینی بدبینی ایمان داری به مسیح اما ایمان داره بدبین هستی و این هستش که متاسفانه آسیب زده بله بفهم خواهش کنم تموم آیات بله این هست که به ما آسیب میزن اما همان گونه که در جهان ما میبینیم حقیقت هست اما واقعیت هم هست در جهان اگر ما ببینیم ارس اصلی هست اورجینالی هست میبینیم تقلبیشم هم هست در جهان اگر راستی هست دروغم هست در جهان اگر طبیعی هست مصنوعی هم هست عزیزا این رو بدونیم در جهان اگر خوشبینی هست در برابرش خوشخیالی هم هست ایمان داره خوشخیال نشید اگر به مسی ایمان آوردی در کلام خدا روش نمی کنی در حضور خداوند رشد نمی کنی زندگیت مثل آدم های دنیاوی از میخوام می خوام توی گناه هست یه کلیسا میری چند وقت یه بار یه ده یک داری میدی تو خوشخیالی عزیزم خوشبین نیستی اگر خوشبین بودی کلیسات نظم داشت خواندن کلامت نظم داشت دعا کردنت برنامه داشت از عطایای خدا پر می شدی نوع زندگی نوع سخنت خادم خدا هستی اون موقع خدا رو خدمت میکنی هرگز ما از شما نخواهیم شنید که فلانی بده اون اینجوریه این اینجوریه این این زندگی من داره از بین میره تو جایگاه درست و امیدی استادی و با امید حقیقی نیز زندگی خواهی کرد و ما میدونیم این فریب رو در ابتدا در پیدایش سه شیش اعلام میکنه که هوا این فریب رو میخوره و نیز این آسیبی میشه که باعث میشه که حتی ما جایگاهمون اینجا قرار بشه چرا که درخت رو اعلام میکنه که درختی دلپذیره دانش هستش و میوهش اگر من بخورم به من قوت و قدرت خواهد داد دیدیم که اتفاقا برعکس شد پس خوشخیالی به ما آسیب میزنه بریم با هم دیگه متا 6 یک بشنویم که عیسی مسیح داره درباره خوشخیالی صحبت میکنه عزیزان که خوش مواظب باشیم میگه خوشبین باش ولی مواظب باش به دام خوشخیالی گرفتار نشی و اینم بدونیم عزیزان بدبینی خوشبینی خوشخیالی چیزی نیستش که تو باش متولد شدی مربوط میشه به نوع تعلیمات و شرایط و جامعه که درش بودی اونجا تو گرفتار شدی ولی مسیح قدرتش و مطابق اعمال رسانی یک میخواد به منو تو بده که ما بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم بله زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میاورید تا شما را ببینند و الا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید بله ما داریم میبینیم که داره مسیح صحبت از صفاتی میکنه که خوشخیالا دارن میگه بس من برم جلو همه بگم من میخوام اینقدر کمک به فلانیا بکنم او او می کلام خدا نگفت دست راست کمک میکنه دست چپت نده چرا ما اینجا اعلام میکنیم عزیزان خواهش میکنم برای کمک کردن ما اینجا مسئول مالی داریم بعد اون روبرت هستش خواهر عزیزمون اه، اه، نازی هستن شما به این عیزان اعلام میکنید قرار نیست به همه بگیم خیلی مواظب تو مسجد رسم بود این کارا رو میکردن چون ریاکاری اونجا کلیسای مسیح ریاکاری نداره اگر چیزی تو دلت هست انجام بده تا به امروز هزاران وعده شنیدم برای خریدن کلیسا برای کمک کردن به تلویزیون استدیو میسازیم این کار رو میکنیم من اصلا اونا رو دیگه نمیبینم اصلا تو کلیسام نیستم قول به خدا بده به رسول نده لطفا موقعش که شد در توانت بود این کار رو بکن هیچ موقع قول نده لطفا که مبادا شرمنده در حضور خدا بشین نه اینکه مایم بله بفرمایید پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا من عواز. چنان که ریاکاران در کنایس و بازارها میکنند اینا خوشخیالان، خیالان فکر من با این کارا وارد ملکوت خدا میشن نمیشن خیلی هوشیار باشیم بله تا نزد مردم اکرام یابند هر آینه به شما میگویم اجر خود را یافتند بلکه تو چون صدق دهی دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند مطلع نشود تا صدقه تو در نهام باشد و پدر نهان بین تو تو را آشکارا اجر خواهد داد و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه های کوچه های استاده نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند ممنون کلام خداوند در کتاب سمویل میگه من به دل نگاه میکنم به زبان نگاه نمیکنم میگه من به دل تو نگاه میکنم خدا به دنبال صداقت من و تو خدا میخواد در ما راستی باشه برای همین میگم ما لا مذهبیم مذهبیون انقدر جن زدن که ما نمیخوایم مذهبی باشیم ما لا مذهب هستیم مسیح هم لا مذهب بود اعتراض مسیح همیشه به مذهبیون بود به فریسیان بود به کاتبین بودش خدا به دنبال صداقته خدا صداقت من و تو رو میخواد خدا دنبال فیلم و ریا نیست فیلم و ریا این خوشخیالیه و به ما آسیب خواهد زد شاهزاده قصد ازدواج میکنه وزیر میاد بهش میگه که من تصور میکنم که بهترین دخترها تو همین کاخ هستن اگر مایل هستی یکی از دخترها که توی کاخ هستن از دخترهای برها درباری هستن با اونها ازدواج کن فقط من بگو نظر تو در رابطه با اینکه همسر آینده چگونه باید صفاتی داشت باشه چه میگه من هیچ چی میخوام من اولین صفات خوبه اون میخوام صداقت داشت باشه صادق باشه و بد زیبا باشه وزیر میگه اون پای من همه دخترای توی کاخ و صدا میکنن هر کدوم تو هر شرایطی که بودن و اعلام میکنه که شاهزاده میخواد ازدواج کنه آیا شما مایل هستید همه میگن مسلما میگفتن آره دیگه به هر کدوم یک دانه ای میده میگه برید این رو بکارید توی گلدون و یک ماه دیگه صداتون میکنم یا دو ماه دیگه صداتون میکنم شما بیاید و این گلدونات رو هر کدوم زیباتر باشه شاهزاده روی اون تصمیم خواهد گرفت اون ای که شما میکارید در بین اینها یک دختر باغبون هم اونجا بودش اون هم یه دانه میگیره میره پیش باباش بعد پدرش میگه تو شانس زیادی نخواهی داشت برای برنده شدن چون که اینو بدون که در تا دختر باغبون هستی میگه باشه بابا من میخوام اگه یه شانس هم دارم میخوام این شانس رو انجام بدم پدرش میگه من کمکت خواهم کرد که چقدر آب بدی چه مقدار این دانه باید نور بخوره به گلدونش اینو بعد از مدتی وزیر صدا میکنه همه رو که بیان این دختر باقبون هم که میره میره بعد وزیر نگاه میکنه همه گلها گلدونا ها, گلای بزرگی دارن و گیاه ها روش کردن ولی گلدون این دختر باغبون اصلا هیچی در نیامده خاک خالیه و بعد شاهزاده رو صدا میکنه میگه یه نگاهی بکن به این دختر باغبان نظرت چیه میگه خب دختر زیبارویی هستش اینا میگه در بین همه اینا از همه صادقتر همینه چون همه اون دانه ها بوداده بود و همه خراب بود دانه های نبودن عقیم بودن که بتونن روش کنن ولی این صادق بود خدا به دنبال صداقت ماست اگر بخوایم بیخودی گل و برد بش بدیم این ریاس این مذهبه که ما را به اسارت برده و از خوشخیالی هم به همون اندازه که بدبینی بده خوشخیالی هم بده خوشیار باش به عنوان فرزند خدا بله؟ هر به شما میگویم اجر خود را تحصیل نمودن لکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهانه است عبادت نما و پدر نهان تو تو را آشکارا جزا خواهد داد و چون عبادت کنید مانند امتها تکرار باطل مکنید زیرا ایشان گمان میبرند که به سبب زیاد گفتن مستجاب میشوند ما در مذهب گذشته داشتیم دیگه من خودم میرفتم جمکران قوم از شب تا صبح صد بار نماز میخوندم بتونم چیکار کنم دعا اجابت شد خدا امروز این انتظار رو نداره خدا میخواد تو زندگی در راستی باشه لازم نیستش که ده هزار بار بگی هاللویا 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 آیاتو حفظ کنی زندگی تو در مسیح توی راستی قرار بده تو جایگاهی قرار بده که وقع... حقیقتا وقتی خدا میبینه لذت ببره بگه این دختر من هست این پسر من هست که من از اون راضی هستم و این رضایت خدا باعث برکت توی زندگی شما خواهد شد شخصی که مدیرامری شرکتی بود متوجه میشه منشی اون که دختر یکی از دوستان صمیمیش بود هر بار که زنگ زده میشه تلفن میخوره دو سه ساعت پای تلفن داره صحبت میکنه یه روز میره بهش میگه دخترم ببین از اونجایی که تو دختر بهترین دوست من هستی من تو رو اخراج نمی کنم ولی حقیقتا تو کار نمی کنی همش پای تلفن هستی و این باعث میشه که تو کیفیت کار رو بیاری پایین خواهش می کنم اینقدر پای تلفن نباش یه جواب بده تمونش کن بره پی کارش اونم میگه چشم من این کارو همه که داشته میمده تلفن زنگ می زنه میگه وایس هم ببینم اصلا حرف منو گوش کرد یا نه وای میسه نه تا 20 ساعت صحبت کرد بعد 20 ثانیه 20 کرد بعد دوباره برمیگرده میگه خب حالا 20 دقیقه تا دو سه ساعت بازم خیلی کم شده بس من برم تشویقش کنم برمیگرده میگه باری کلا دیدی ولی بازم از این کمتر باید صحبت کنیم بازم 20 دقیقه خیلی هستش حالا این کی بود گفتی چی اشتباه گرفته بود خیلی خوشخیال نشیم تو دنیا خیلی فکر نکنیم با چیزایی که دلمون رو خوش میکنه ما میخوایم قدم برداریم ما موفق میشیم صد بار صلوات بفرستیم و, و و از این قصه ها اینها خدا رو خوشحال نمیکنه اعمال و رفتار درست ما خدا رو خوشحال میکنه بله پس مثل ایشان ما زیرا که پدر شما حاجات شما را میداند پیش از آن که از او سوال کنید آمین. آمین 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 بدبینی یکی از آسیبایی که متاسفانه میزنه این هستش که رفاقت ها و دوستی ها رو به هم میزنه خوشخیالی نیست باعث خواهد شد که اونقدر من نسبت به اطرافیانم بیهوده فکر خوب و مثبت بکنم بدون شناخت درست که وقتی که آسیب میخورم به خوشبینی بدبین بشم به اینکه رضایت دلم از این بود که فلانی آدم خوبی هستش اما تحقیقی نداشتم آسیب بخورم در مزبور داوود باب 16 5 الی 11 رو براتون میخونم که نمونه یک شخص خوشبین هست نگرش یک شخص خوشبین هست چک کنید خودتون رو با این آیات آیا توی مشکلات و سختی ها میتونید اینگونه نگاه کنید داوود پادشاه میگه خداوند تو همه چیز من هستی همه چیز تمام نیازهای من و آنچرا که نیاز دارم به من عطا کرده ای هنوز نگرفته میگه عطا کردی آینده من در دست توست آن چرا که نصیب من کرده ای بسیار عالی و نیکوست خداوند را شکر می کنم زیرا راهنمایی می کند شبانگاه نیز وجدان وجدانم به من هشدار می دهد هرگز خدا را فراموش نمی کنم او همیشه نزد من هست چون اسمش امانوئیله خدا با ماست هیچ چیز نمیتواند مرا بلغزاند بنابر این سپاسگزار و شادمان هستم و احساس امنیت کامل دارم یک خوشبین این احساس رو داره زیرا تو مرا از قدرت مرگ میرهانی من با وفاداری تو را خدمت کردم و تو جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد حتی آینده رو چرا که میدونه ابدی است تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد حضور تو مرا از خوشی لبریز می کند و به من شادی ابدی میدهد. ما می تونیم میز ایمان را داشته باشیم عیزان یایتون از شنبه وقت پیش در باته میز ایمان صحبت کردیم یا نه داریم میز ایمان رو ممنون میشم مرسی این میز ایمانه این میز زندگیته این میز موفقیتات هست فقط نریم روی ایمان خواهش ما هم توجه بفرمایید اگر شما زندگی سالم میخواید داشته باشید زندگیی که در یک اعتدال باشه در سلامتی باشه باید همه چیزش بالانس باشه اعتدال اگر شما به عنوان یک ایماندار میخوای بمانی آنچه که خدا میخواد ارمیا سی و سه اعلام میکنه مرا بخوان تو را اجابت میکنم در دعا و آنچه که نمیدونی به تو خواهم گفت پس در دعات قوی باشه اما اگر خوب دعا کردی تو کلام ضعیف بودی یکی از پایه ها میلنگه اونایی که نجار هستن خوب میدونن پایه ها باید کاملا دقیق باشه یه میل دو میل تکون میخوره پس باید همون مقدار که در حضور خداوند هستی برای دعا همون مقدار باید در کلام قوی بشی همون مقدار نیست باید از پری روح القدس آیاتو زدم عزیزان میتونید عکس بگیرید لطفا اگه عکس میخواد بگید منم اینجوری وایسم و یه پایش هم خدمته هیچ کس نمیتونه بگه من دعا میکنم کلام میخونم از روح پرم خدمت نمیکنم این همون خوشقیالیه لطفا دنبال این قصه ها نرید اگر شما در کلام و در دعا و در پری روح القدس قوی هستی حتما خداوند رو خدمت میکنی چون وقت نیست نمیخوام بیشتر از این آیات رو بخونین اما خودتون لطفا به اون توجه بکنید و اون هفته هم در رابطه با این موضوع صحبت کردم یک انسان خوشبین انسانی هست به کلیسایی که عضوش هست وفادار هست ده یکشو میده خوشبینه هدایاشو میده عزیزان کلیسای ما بارها عرض کردم ما کلیسایی نیستیم زیر نظر هیچ منیستری نیستیم نه اف بی آی به ما کمک میکنه نه سی کمک ما میکنه هیچ کس کمک ما رو فقط خدا کمک ما میکنه اما چون از یک بکرانی اومدیم حق داریم خمس و زکات و کلاهبرداری تو مذهب بوده کلیسا رو این گونه نگاه نکن این بدبینی هست کلیسای مسیح احتیاج داره در کناری که شما عزیزان رو میخونه برای خدمت از نظر شرایط مالی هم خونه شماست خانه شماست براش اندیشه کنید و در این رابطه نیست با خدا در اصل شما شریک هستید و این رو بدونیم که اگر حقیقتا همون گونه کلام خداوند در نامه وقت نیست نمیخونم دوم قرنتیان نه شیش اشاره میکنه هر چقدر به کاری همون مقدار برداشت میکنی باز مولوی میگه این جهان کوه هستی این جهان کوه هستی فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا آنچه که اعلام میکنی پژواک هستش توی کو وقتی داد میزنیم صدا ما برمیگرده درسته هر چقدر برای کار خداوند قدم بردارید خداوند نیز شما رو برکت میده باز این رفتی داره به اون نگاه شما اگر خوشبین هستید پس با هوشیاری چشمامون از بدبینی بشوریم از خوشخیالی بشوریم نگاهت رو از چشمان خدا نگاه کن و خدا شما رو نیز برکت میده بریم با هم دیگه آخرین آیات رو نیز داشته باشیم رومیان 15 یک الی چهار و ما که توانا هستیم ضعف ناتوانان را متحمل بشویم و خوشی چگونه خود را شما که توانا هستید با اون چهار تا پایه قوی شدی روش کردی مردم دنیا بچههایی که تو لس آنجلس هستن ایرانیایی که تو لس آنجلس هستن به شما احتیاج دارن شما که کلام خدا رو شنیدید شما که امروز این دانش آگاهی دارید این شما هستید که باید ایرانی‌ها رو به این کلیسا بیارید برای امید برای آرامش برای تسلی برای شفا برای محبت کردن بله هر یکی از ما همسایه خود را خوش بسازد در آنچه برای بنا نیکو است زیرا مسیح نیز خوشی خود را طالب نمی بود. بلکه چنان که مکتوب است ملامتهای ملامت کنندگان تو بر من تاری گردید زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم آمین 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 میتونیم برای این کلام خدا عزیزان نکات لطفا داشته باشیم همه بولشور داریم اونا که بولشونن دستا بره بالا دوباره چند نفر دیدم تازه اومدن لطفا بولشور رو برسنیم این نکات هم میتونید بنویسید اگر مایل هستید میتونیم نکات داشته باشیم؟ ممنون میشم چگونه میتوانیم زندگی سالم داشته باشیم؟ اینا رو بنویسید روش کار کنید لطفا هدف ما اینجا گفتم مذهبی بودن شما نیز زندگی سالمه بهره یک زندگی سالم میبایست به اعتدال اندیشید تا دور از هر زیاد خواهی در خداوند دائما شاکر باشیم نکته دوم بهر یک زندگی سالم میبایست به اعتدال اندیشید تا دور از هر وسوسه در خداوند دائما وفادار باشیم نکته سوم بهر یک زندگی سالم میبایست به اعتدال اندیشید تا دور از هر شتاب زدگی در خداوند دائما صبور باشیم که در اون امنیت خداوند باشیم و کمک ما خواهد کرد که ما خوشبین باشیم آیا به دست خداوند و به چشمان خداوند خوشبین هستیم؟ آیا ایمان داری که خداوند قادر هست که رفع تمام مشکلات رو بکنه؟ آیا با شنیدن این همه خبر بد که از دنیا میشنوی چیزایی هم که میبینی تو رو آزار میده به خدا خوشبین هستی؟ پس این شعری که میخونم مال شماست اعلام میکنه من به پاسخهای شیرین خدا خوشبینم وقتی میری در حضور خدا به تمام لرزها لرزه وقت دعا خوشبینم بوی بهبودی ز اوزای جهان میشنوم یک ایماندار این گونه هستش شما خبرهای بد و میشنوید به یاد چی میافتید کلام خداوند میگه در روزهای آخر جنگ ها خواهد بود قحطی خواهد بود آمدن من ولی نزدیک خواهد بود پس خوشبین هستیم به تمام لرزه ها وقت دعا خوشبینم بوی بهبود ز اوزای جهان میشنوم من به این بوی خوش و عطر هوا بینم آمین یک فرزند خدا این گونه هستش خوشبین باش برای آنچه که در افکار و دل و احساسات تو میترسونه نگران میکنه مشروط برای اینکه این چهار پایه رو داشته باشی فیلم بازی نکنی و پایه رو داری یکیش نیست پایه داری نصف نمیتونی خوشبین باشی خواهش میکنم پایت باید قوی کنی در دعا در کلام و در خدمت لطفا و در پری روح القدس